چه سه قبل رسیدیم تا سر ستینگ دستگاه ای جی و گفتیم که دستگاه ای جی یه ستینگی داره که این ستینگ رو بایستی در واقع هر متخصص نورولوژی بدون و بشناسه، بخاطری که بارها و بارها برای آدم پیش میاد که ممکنه ای جی با ستینگ های مختلف گرفته شده باشه و همین آدم رو به اشتباه بندازه. البته اگر شد یه جلسه میخواستم بریم عملا رو دستگاه ای جی و این ستینگا رو من نشونتون بدم، بد نیست ببینید، چون بعدن که حالا ایشالا فارغ التحصیل شدین و متخصص شدین به سلامتی و مطب ایزدین و دستگاهی افتتاح کردین، یکی از چیزهایی که خیلی اذیتتون میکنه همین ستینگ دستگاهست که نمیدونین این ستینگ چجوری باید دستگاه ست بشه. البته میان مرتب ست میکنن براتون، اما اگه خودتون بلد باشین خیلی فرق میکنه تا اینکه اون کسی که میاد دستگاه در واقع براتون ست میکنه. و اما تو ستینگ اولین چیزی که در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به حساسیت سنسیتیویتی بود که گفتیم سنسیتیویتی تعریفش توی ای جی عبارت است از مقدار حرکت قلم ثبات دستگاه به ازای یه میزان معینی الکتریسیته. گفتیم توی بالغین معمولا حساسیتی که استفاده میکنن برای ثبت ای جی یک فرد بالغ 7 میکروولت پر میلیمتر و در بچه ها به دلیل اینکه امواج مغزیشون بلندتر هست از چی استفاده میکنن؟ از 10 میکروولت، از حساسیت 10 استفاده. یه سوالی ممکنه پیش بیاد که این 7 و 10 از کجا اومده؟ یعنی چی؟ چجوری فهمیدن 7 بذارن و 10 بذارن؟ این اعداد و ارقام از چشم در واقع از حساسیت چشم ما اومده، یا چیزی که چشم انسان بیشتر دوست داره ببینه و بر اساس ولتاژ امواج مغزی، بر اساس ولتاژ امواج مغزی یک، دوم بر اساس اون چیزی که چشم ما بیشتر عادت داره و دوست داره در صفحه کاغذ ببینه. یعنی دیدن چشم انسان بیشتر دوست داره امواجی رو ببینه که دامنش بین 5 تا 10 میلیمتر هست، متوجه؟ بین 5 تا 10 میلیمتر چشم انسان بیشتر دوست داره ببینه. و چون رنج امواج مغزی، ولتاژ امواج مغزی در واقع یه چیزی بین مثلا هولوش 40 تا 70 یا 80 میکرو ولت هست، اومدن این حساسیت ها رو انتخاب کردن. که اون جلسه هم بهتون گفتم که مثلا اگر فرض کنیم یه ولتاژ 70 میکروولتی داشته باشیم، اگر حساسیت روی 7 باشه، یعنی در یک فرد بالغ باشه، دامنه موجتون چقدره؟ 10. ولی اگر حساسیت روی 10 باشه، یعنی یه بچه باشه، دامنه امواجتون چقدره؟ 7. اولوش 7. درسته؟ بسات این اعداد ارقام از این اومدن. بعد چیز دیگه ای که جلسه قبل بهتون گفتم که هرچی این میزان عدد به سمت پایین میاد، یعنی مثلا اگر به جای 7 از حساسیت 5 استفاده کنیم، دامنه موج چی میشه؟ بیشتر میشه. حساسیت دستگاه بیشتر میشه. که تو این موارد مثلا فرض کنید برای تشخیص مرگ مغزی، برین دث، چون برین دث میدونید یکی از کرایتریاهاش استفاده از ای جی، که تو این موارد برای تشخیص مرگ مغزی، برای اینکه خیلی مهمه بدونیم اساسا موج هست یا نه، اصلا موج مغزی، برین ویوز به قول معروف، اصلا وجود داره یا نه، میان حساسیت رو روی حداقل میزان خودش که در یک دستگاه ای جی معمولا 2 میکروولت پر میلیمتر، این دیگه حداقل حساسیتیه که یه دستگاه ای جی میتونه داشته باشه، روی 2 میذارم. یا تو مواردی که اینجا گفته، یا تو مواردی که مثلا فرض کنید به الکترو سربرال سایلنس مشکوکیم، تو مسمومیت ها با فنوبار و مسمومیت های شدید، میدونید فنوبار ویتال مسمومیتش 2 پتر توی ای جی درست میکنه، اگه مسمومیت خفیف باشه چه پتر میده؟ اول موج بتا میده،
موج منتشر بتا تو تمام در واقع اشتقاق ها. ولی اگر مسمومیت شدیدتر بشه یواش یواش چی؟ امواج مغزی کاملا از بین میرن، واقعی خط صاف بد میده، شبیه چی میشه؟ شبیه برندس میشه. یه چیز دیگه ای که در رابطه با حساسیت هست اینه که گاهی اوقات ممکنه در حین گرفتن EEG با یه سری امواج مواجه بشیم که شکلشون به این شکلیه که شما میبینید، یعنی یه سری امواج با دامنه فوقانی تخت یا تحتانی تخت، کاملا تخت میشه. این معنیش چیه؟ یعنی دامنه امواج اینقدر بلندن که توی این کاغذ با این حساسیتی که شما داری میگیری چی؟ جا نمیشه، شما نمیتونی ابتدا و انتهای موج رو ببینی. تو اینجور موارد در واقع این وظیفه البته تکنسیان EEGه، چون EEGه رو که پزشک انجام نمیده، تکنسیان EEGه انجام. اینجور موارد وظیفه تکنسیان اینه که بلافاصله حساسیت چیکار کنه؟ کمتر کنه. یعنی مثلا فرض کنید اگر داره با حساسیت 7 یه همچین موجی بهش میده، اینو بهش میگن موج، امواج چی؟ اوورلود، اوورلودد ویوز، امواج که بیش از حد دامنشون بیش از اون چیزی هست که تو صفحه میخواد جا بگیره. تو این جور موارد وظیفه تکنسین اینه که بلافاصله حساسیت رو کمتر کنه. مثلا اگر روی 5 داره میگیره، روی 7 داره میگیره، حساسیت ببره رو 10 یا حتی روی 15 تا کاملا موج مشخص بشه. این مسئله تو بعضی از موارد تو بعضی از EEG خیلی ضروری و لازمه. البته الان این مسئله به خصوص تو دستگاه‌های قدیمی EEG، چون قدیمی‌ها دستگاه‌های قدیمی شعله‌ای بودن، دیجیتال نبودن، کامپیوتری نبودن که شما بتونی بعداً بری ببینیش. چون الان شما دست EEG که ثبت می‌کنی می‌تونی بعد از اینکه گرفت تموم شد بری ببینی با هر حساسیتی که دلت می‌خواد، با هر حساسیتی خاصی میتونی تغییر بدی روی دستگاه، روی دستگاه کامپیوتر، چون کامپیوتری قابلیت رو داره با حساسیت‌های مختلف ببینی. این هیچ کاری نداره. ولی قبلا چون دستگاه‌ها ثبات ثابت بود دیگه، یعنی چیزی که میگرفتی تموم شد رفت، اونجور تو اون مواقع این کار خیلی مهم بود. به خاطر اینکه مثلا فرض کنید توی مریضی که به اصطلاح مبتلا به ابسنس هست، بعضی وقتا مثلا این امواج اپیلپتیکش ممکنه اینقدر دامنشون بلند باشه که توی کاغذ جا نشن، و اگر شکلی که به شما میده EEG، یعنی اون EEG های قدیمی منظورم ها، به این شکل بود شما هیچی متوجه نمیشد. این مریض نوع حداقل نوع امواجش رو تشخیص نمیدادید که 3 سایکل پر سکنده یا به شکل اسپایک ویوه، متوجه؟ فقط یه سری امواج تخت به این شکل می‌بینی. اونجور موارد وظیفه تکنسیان بود که بلافاصله حساسیت رو تغییر بده که امواج بهتر دیده بشن، شکل اسپایک ویوشون بهتر دیده بشن. این مسئله بارها برای خود من پیش اومده که دیدم مثلا EEG گرفته منشی بعد به این شکل در اومد، بعد که رفتیم رو دستگاه تغییر دادیم حساسیت رو، کاملا مشخص شده که موج یه امواج اپیلپتیک به شکل اسپایک ویو و 3 سایکل پر سکند، متوجه این؟ بسید این یه مسئله ایه که میخواستم بدونید. این حالت رو ما توی چیز هم داریم، این امواج آورلود رو توی TCD هم داریم. فنومن چی بهش میگن؟ اونهایی که خوندن TCD تو موارد تنگی شدید بهش میگن فنومن الایزینگ. فنومن الایزینگ که دیگه دامنه موج اینقدر میره بالا که تو صفحه جا نمیشه، این بالاش به شکل تخت در میاد. تو این اسلاید یه سری از حالتهایی رو که ما با امواج با دامنه خیلی بلند مواجه هستیم رو اسم آورده. یکی مثلا گفته تو موارد هیپس آریتمیا در اطفال، هیپس آریتمیا در اطفال شما دامنه موج بعضی وقتا اینقدر بلند میشه که باز مجبورید که حساسیت دستگاه رو تغییر بدید تا بتونید اون موج رو ببینید. یا گفته موارد
استاتوس ابسنس، میگم این مسئله برای خود من پیش اومده، بچه‌ای که دچار ابسنس بودن، دامنه موج گاهی اوقات اینقدر بلنده که شما فقط یه سری امواج تخت می‌بینید و تشخیص نمیده آدم واقعا این موج موج دلتا بوده، امواج بلند دلتا بودن ها، یا یه موج اسپایک ویو بوده. که اینجور موارد تغییر حساسیت باز کمک میکنه و میتونید پترن موج رو به شکل کامل ببینید. یا موارد انسفالیت و انسفالوپاتی ها که گفته در این موارد شما ممکنه باز یه سری امواج دلتای با دامنه خیلی بلند داشته باشید، جوری که تو صفحه جا نشه، باز به این شکل ببینید. و یا بالاخره در مواردی که پریودیک پترن داریم، پترن چی؟ پریودیک، همونطور که روش اسمه، یه سری پترن داریم که به شکل دوره‌ای تکرار میشه. مثل چی؟ باریکل، مثل کروتسفلد جاکوب، یا مثل SSPE. تو موارد SSPE و کروتسفلد جاکوب این دو علت عمده پریودیک پترنن که به شکل یه سری امواج شارپ به شکل دوره‌ای، حالا با فاصله های معین، ما میبینیم توی EEG این پترن. و بله تو این اسلاید گفته که تو موارد مرگ مغزی شما لازمه دستگاه حساسیت دستگاه را به حد اقلش برسونید که بدونید اساساً موجی وجود داره در بیمار یا نه، برای تشخیص یا تایید در واقع مرگ مغزی. مسئله بعدی توی ستینگ دستگاه EEG مسئله چیه؟ سرعت حرکت قلم ثبات. سرعت حرکت قلم ثبات یا در واقع سرعت حرکت کاغذ، بهتره بگیم کاغذ EEG، چون قلم ثابته معمولا، کاغذی که زیر حرکت میکنه. تو دستگاه‌های قدیمی اگه نگاه کرده باشیم کاغذ زیر داره حرکت میکنه، یه قلمی که در واقع حرارت میبینه و این کاغذ چون به حرارت حساسه، این نوک این قلم که روی این کاغذ هست مرتبا امواج مغزی رو چی ثبت. حالا که دستگاه‌ها میگم همه دیجیتال شدن و راحت‌تر شده دیگه، اون دردسرای قدیمی و اون کاغذا و اون بند و بساطا رو نه، ولی هنوز که هنوز اصول همونه، هیچ فرقی نکرده. جلسه قبل راجع به کاغذ EEG من یه توضیحاتی دادم، گفتم که کاغذ EEG از یه تقسیم بندی های تشکیل شده، اگه نگاه کرده باشید چه روی به اصطلاح EEG های دیجیتال باشه تو کامپیوتر باشه، چه همین کاغذایی که به شکل معمولی استفاده می‌کنیم تو دستگاه‌های شعله‌ای نگاه بکنید ببینید یه سری خطوط داره، خطوط پررنگ و خطوط چی کمرنگ. گفتیم فاصله بین دو تا خط پررنگ چقدره؟ 30 میلیمتر. البته کاغذایی که استاندارد قبلا استفاده میکردین دقیقاً 3 سانتی متر یا 30 میلیمتر بود، که دستگاه یا سرعت استاندارد دستگاه چون 30 میلیمتر پر سکند هست، این فاصله دو تا خط سیاه را در 1 ثانیه طی میکرد. فاصله بین این دو تا خط سیاه به 5 قسمت تقسیم شده که هر کدوم از اینا در واقع چون 30 میلیمتر تقسیم بر 5ش کنیم هر کدومشون 6 میلیمتر، یا در واقع از نظر زمانی میشه چقدر؟ 0.2 ثانیه یا 200 میلی سکند. در قدیم دستگاه های EEG سه نوع سرعت داشتن، یه سرعت استاندارد که 30 بود، یه سرعت کمتر از میزان عادی که سرعت 15 بود، و یه سرعت بیشتر از حد دو برابر حد عادی یا نرمال که 60 بود. البته اینا خودش خب اندیکاسیون های خاص مصرف خودش رو، مثلا فرض کنید تو مواردی که مریض پترنای پریودیک داشت، برای اینکه این پترن رو ما کمپکت بکنیم و راحت تر این پترن پریودیک رو ببینیم، سرعت ثبت EEG رو کم میکردیم، میذاشتیم روی 15. یا تو مواردی که مثلا لازم بود بدونیم فاصله بین شروع امواج اپیلپتیک توی لیدهای مختلف چجوری بوده، این مسئله بخصوص تو مواردی که میخواستن افتراق بدن بین پرایمری اپیلپسی یا سکندری اپیلپسی، چون میدونید تو موارد سکندری در واقع دشارج از یک کانون شروع میشه
بعد گسترش پیدا میکنه به همه مغز. شما وقتی سرعت رو زیاد میکنی در واقع پترن رو چیکار میکنی؟ بازش میکنی. و وقتی که باز میکردید میتونستید ببینید دقیقاً تو کدوم یکی از این اشتقاق ها دشارژ ها زودتر شروع شدن. همین خودش دلیلی بر این بود که چی؟ در واقع اپیلپسی مریض از نوع سکندری، یعنی یک کانون داره که باعث شروع این امواج اپیلپتیک میشن. ولی در مواردی که همه اشتقاق ها با همدیگه این دشارژ درشون شروع میشه، خب این خود به خود نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این که در واقع یک پرایمری جنرالایز سیجر داریم. متوجه این؟ البته الان میگم باز چون دستگاه ها دیجیتالی، شما با هر سرعتی که دلت بخواد میتونی ببینی، هر چی دلت تنگت بخواد دستگاه بهت میده. متوجه میتونی با سرعت 5 ببینی، 6 ببینی، 7 ببینی، 10 ببینی، 60 ببینی، 300 ببینی. اگه دوست داری گازشو بگیری برو بالا. متوجه دستگاه ها با دستگاه کامپیوتریش محدودیتی نداره دیگه، شما با هر سرعتی دلت بخواد میتونی ببینی. بر صورت معنای سرعت میخواستم بگم که سرعت مثلا فرض کنید تو ای جی آی خواب که الان میگیرن که نمیشه با سرعت سی بگیری. اگه بخوایم با سرعت سی بگیریم که بایستی مثلا اگه یه مریضی خواستیم ای جی 24 ساعتش رو ثبت کنیم، بعد 4-5 تا دی وی دی پر بکنیم. برای چی بیایم اینا کمپکتش بکنیم، جمع جورش بکنیم، مثلا کی فرصت میکنه بره اینا رو ببینه همه رو؟ برای اینکه کمپکت بشه و راحت تر دیده بشه، میان با سرعت های چی خیلی پایین تر ای جی مریض رو میگیرن. بعد هر جا که دیدن ابنورمالیتی چیزی هست، بلافاصله اونجا رو مثلا روش فوکوس میکنن، با سرعت معمولی میبینن برای آنالیز بهتر. متوجه این؟ اینا هیچ محدودیتی توی دستگاه ای جی آی جدید یا ویدیو ای جی مانیتورینگ، این چیزای این مسائل اصلا معنی و مفهومی نداره برای کامپیوتر. پارامتر بعدی در دستگاه ای جی که این پارامتر قبلا خیلی مهمتر بود، البته الان هم مهمه، نه اینکه مهم نیست، اما قبلا خیلی بیشتر بهش توجه میشد، ولی الان با توجه به اینکه دستگاه کامپیوتر است و معمولا کامپیوتر این اشتباه رو نمیکنه، الان کمتر بهش توجه میشه. مسئله کالیبریشن، حتما این مسئله رو زیاد شنیدید که کالیبریشن چیه، یعنی چی؟ متوجه؟ قبلا توی امتحانات بورد، البته نه قبلا، هنوزم هست، توی امتحانات بورد به این مسئله گیر زیاد میدن. خب ببینن رزیدنت به این مسئله توجه میکنه، یعنی کالیبریشن یا نه، که اساسا کالیبریشن چیه و به چه دردی میخوره، چرا اول هر ای جی شما این کالیبریشن رو میبینید، انتهای هر ای جی هم این کالیبریشن به شکلی سری موج حتما دیدید. باید هم در شروع این کار انجام بشه، البته این استاندارد بشه. ای جی هایی که ما میگیریم معمولا شروعش داره، اما پایانش نداره، پایانشو فاکتور گرفتن ازش. ولی ای جی استاندارد میگه به شما که باید حتما هم در شروع و هم در پایان این کالیبریشن انجام بشه. حالا این کالیبریشن چیه؟ الان همونطور که گفتم چشم ما عادت داره به دیدن امواج بین 5 تا 10 میلی متر. چشم ما عادت داره به دیدن امواج بین 5 تا 10 میلی متر. و بر اساس این که دوست داریم بیشتر امواج اینجوری ببینیم، دستگاهی که ساخته شده هم اومده این خواست ما رو در نظر گرفته، یه سری امواج با دامنه 5 یا 10 میلی متر به شما نشون میده. چه جوری؟ اگه دستگاه اولا کالیبریشن معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما یه پتانسیل الکتریکی دستگاه به تمام این قلمهایی که وجود دارن، به هر کدوم از این اشتقاقهایی که داره وارد میکنه، متوجهی؟ برای ثبت یک موج بالا رونده به این شکلی که الان شما میبینید، که اگر حساسیت بر روی 7 باشه، معمولا به اصطلاح پتانسیلی که دستگاه وارد میکنید هولوش 50 میکرو. شما حتی خودتون میتونید توی دستگاه جدید اینو انتخاب بکنید که 50 میکرو ولت میخوای بدی به دستگاه یا 100 میکرو ولت، حتی انتخابیه، معمولا این دوتا گزینه رو بهت میده دستگاه. ولی معمولا اون چیزی که ما استفاده میکنیم 50 میکرو ولته. 50 میکرو ولت در به دستگاه به قلمها وارد میکنه برای دیدن یک موج. حالا این موج چه ارزشی داره که ما ببینیم؟
ارزشش چیه؟ اگه با حساسیت گفتم داشتم اینو گفتم اگه با حساسیت 7 باشه یه موج مثلا هولوش این 50 تقسیم بر 7 میشه چقدر؟ با چه دامنه ای میبینید؟ 7 و 1 دهم. و اگر با حساسیت 10 باشه معمولا چقدر میشه؟ هولوش 5 میلی متر. هولوش 5 میلی متر میشه. حالا دیدن این امواج چه ارزشی داره؟ قدیم چون دسته ها به شکل قلم سبات بود و یه قلم بود بیرون، این قلم هم خب به اصطلاح دیده می شد و شما می تونستی هر از چنگای یه دستی هم بهش بزنی و مثلا از ستینگ اصلیش ممکن بود خارج بشه یا دست شما بخوره بهش، متوجه؟ این کالیبریشن برای این بود که موقعی که شما شروع می کنی به انجام EEG بدونی که تمامه قلم‌های ثبات به یک میزان در برابر یک پتانسیل عمل الکتریکی عمل می‌کنن. یعنی مثلا یه پتانسیل 50 میکروولتی وارد می‌کنی، می‌خواستی بدونی آیا تمام قلم‌ها به یک میزان حرکت می‌کنن؟ یک دومن، آیا همه این امواج همزمان ظاهر میشن؟ آیا قلمی هست که اصلا ثبت نکنه؟ حرکتی نکنه؟ اینا خب ارزش داشت دیگه، بایستی میدونستیم ما اینا از قبل از اینکه شروع بکنیم به انجام EEG باید همه اینا رو برای ستینگ دستگاه میدونستیم. الان هم البته این کار رو میکنم برای ثبت EEG، الان هم هنوز که هنوزه با دستگاه دیجیتال من تو میگم ارزش گذشته رو کمتر پیدا کرده. قبلا چون شعله ای بود و در معرض دید بود اون قلم، بیشتر این کارو انجام میدادن برای اطمینان از اینکه اولا امواج ظاهر میشن، ثانیا به یک میزان ظاهر میشن، ثالثا همزمان ظاهر میشن و هیچ گونه اختلاف زمانی بینشون وجود نداره. اگر هر کدوم از این پارامترهای این سه تا چیزی که من گفتم اختلاف داشت، دستگاه باید مجددا ست میشد. و حتی این کارو می اومدن در پایان EEG هم تکرار میکردن. یعنی شما بعد از اینکه EEG رو گرفتی هم بایستی بیای این کار رو انجام بدی ببینی آیا اون چیزی رو که گرفتی در طول این زمانی که گذشت 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت EEG کردی از مریض چون زمان که میگم آدم خندش میگیره چون EEG های ما معمولا شده 2-3 دقیقه ای، حالا دیگه بسید اون 20 دقیقه، نیم ساعت یا یک ساعت که EEG میگرفتن، آیا میخواستم اینا در انتها، آیا در طول این مدت هیچ گونه تغییری توی این قلم ها ایجاد نشد؟ مثلا یک قلم از کار بیفته یا یک قلم حساسیتش زیادتر بشه، بیشتر حرکت کنه، یا زمان اینا با همدیگه تفاوت بکنه؟ چون همه اینا ارزش داشت در این که شما بدونی یه موج اپیلپتیک آیا شروعشون به شکل همزمانه، تفاوت دارن. اینا همه چیزاییه که در EEG حساب میلی سکند برای شما ارزش داره و برای تصمیم گیری پزشک ارزش داره، حتی در جایی که کار علمی انجام میشه. حالا ما کاری نداریم خودمون چی کار داریم میکنیم و چه میریم، ما داریم بحث علمی میکنیم، میگیم علمیش اینجوریه. پارامتر بعدی در دستگاه EEG که باز خیلی مهمه، همیشه مهم بوده، الان هم مهمه، در دستگاه جدید هم مهمه، در دستگاه دیجیتال، مسئله فیلترینگه. فیلترینگ که دیگه تقریبا همتون میدونید، چون ما شبان روز باش مدت سرکار داریم، میدونید دیگه فیلتر دیگه ما ایرانی ها کاملا باش آشنایی داریم که چیه، یه شناختیم فیلتر. فیلتر یعنی چی؟ فیلتر یعنی این که شما بیای یه سری از امواجی رو که دوست نداری در EEG باشن چیکارشون کنی؟ حذفشون کنی. حالا این امواج چی هن؟ امواج قاعدتاً امواجی هستن که از رنج امواج مغزی خارجن. امواج مغزی معمولاً یه رنج خاصی دارن، ما سعی میکنیم زیر اون و بالای اون رنج رو چیکار کنیم؟ حذف کنیم. دیگه نمیتونیم امواجی رو که در رنج امواج مغزی هستن حذف کنیم، درسته؟ چون اگه بخوایم اونا رو حذف کنیم در واقع امواج نرمال هم دستگاه حذف میکنه. پس بنابراین این های فیلتر یا لو های فریکونسی فیلتر و لو فریکونسی فیلتر، فلسفه وجودیشون اینه که امواج زیر
این که لو فریکونسی فیلتر فلسفه‌اش اینه که یه سری امواجی رو از یه حدی برای دستگاه تعریف کنیم، بگیم آقا امواج زیر این مقدار رو حس کن، این لو فریکونسی فیلتر. های فریکونسی فیلتر به در واقع به دستگاه میگی که یه امواجی رو که بالای این فرکانس هستن چیکار کن؟ حذفشون کن یا تضعیفشون کن، حداقل نذاره بیان تو زمینه ای جی. متوجه این؟ بله، تو این اسلاید در واقع داره همینو توضیح میده که لو فریکونسی فیلتر در واقع یه سری امواجی رو از زیر یک حدی که شما به دستگاه میگی حذف میکنه و بالای اون رو کاری بهش نداره. های فریکونسی فیلتر برعکسه، امواجی از یه حد بالاتر رو حذف میکنه، زیر از اون رو، کمتر از اون رو کاری به کارش نداره. میگه آقا بفرمایید. متوجه این؟ دو تا در واقع دریچه برای دستگاه تعریف میکنیم که یه رنج خاصی رو فقط ثبت کنیم، بالاتر و پایین تر از اونو دستگاه چیکار کنه؟ حذفشون کنه یا اجازه ورود بهش نده. دستگاه استاندارد ای جی معمولا سه نوع فیلتر داره. البته خب کتاب معمولا می نویسن دو نوع فیلتر، ولی در واقع سه نوع داره. یه نوعیش که برای همه دستگاه باید باشه و هست معمولا فرکانس، در واقع فیلتر فرکانس برق شر، چون خود برق شر یه فرکانس خاصی داره که اگر این فیلتر رو حذف کنی تنها چیزی که میبینی در کاغذ ای جی یه سری امواج با فرکانس 60 هرتز، چون فرکانس برق شر هلوش 60 هرتز. متوجه این؟ بعد اون اول از همه حذفش کن، اون دستگاه به طور اتوماتیک داره اون. دو تا فیلتر دیگه داریم، یکی لو فریکونسی فیلتر که معمولا در دستگاه استاندارد ما اینو روی یک میذاریم، اینا مقادیر استانداردیه که این ثبت ای جی بایستی ازش استفاده کرد. یعنی بعدها که نشستیم توی این مطب اینو چک کنیم، بعضی وقتا ببینین دستگاه درسته، این تکنسیان روی چیزا دستکاری نکرده، لو فریکونسی فیلترتون باید چی؟ البته خود معمولا کاغذهای دستگاه دیجیتال وقتی که پرینت میگیرن فیلترها رو هم مینویسن که با چه فیلتری گرفته شده. اگه دقت کنین نوشته LLF مثلا یک یا نیم یا دو دهم یا سه دهم. برصد چیز استاندارد که در دنیا ازش استفاده میشه لو فریکونسی رو میگه بهتره روی یک بذارید، ولی دستگاه دیجیتال الان شما میتونید با هر چیزی ببینید دستگاه رو، یعنی با هر فیلتری میتونید هم ببینید هم ثبت کنید، هیچ فرقی نمیکنه باهاش. و های فریکونسی فیلتر رو میگه روی 35 یا 70. البته متاسفانه ما در دستگاه های ای جی که داریم تو ایران عموماً دستگاه های غیر استانداردی هن دیگه، یعنی دستگاه هایی که ما داریم چون غیر استانداردن نمیتونیم این های فریکونسی فیلتر رو روی 35 حتی بذاریم، چون هرچی های فریکونسی رو میبری بالاتر یه پترن خاص، یه نویز خاصی میبینی در تمام امواج مغز. هرچی این های فریکونسی فیلتر میره بالاتر یه نویز خاصی آدم روی امواج میبینه، یا هرچی میای پایینتر اون نویز کمتر میشه. البته چیزی که ما تو ایران داریم، این دستگاه ای جی آی ثباتی که ما داریم به این شکله، و ما تو ایران معمولا مجبور میشیم دستگاه رو بذاریم های فریکونسی فیلترش رو روی چند؟ روی 15. اگه نگاه بکنید تمام ای جی آی که بیرون میبینید بدون استثنا های فریکونسی فیلترشون روی 15 گذاشته شده. خب به نظر شما این کار درسته؟ خیلی از امواج ما حذف میکنیم در واقع، یعنی بهتره که کاملا حذفش میکنیم. مثلا ممکنه خیلی از امواج این فرکانسشون ممکنه بالای واقعا 15 باشه، بسیار از امواج طبیعی رو شما فقط موج طبیعی رو که خودمون دوست داریم میبینیم، این فرکانس فقط آلفا رو که دوست داریم
در واقع میبینین. بقیه امواج رو خیلی از امواج رو چیکار میکنیم؟ حذفشون. متوجه این؟ بسیار نمیدونم این چه اشکالی در دستگاه های ایرانی هست که این مسئله، البته خب خیلی از اشکالات دارم. من دستگاه ایرانی دارم، نمیخوام اسم بیارم چون صدای خودم دارم ضبط میکنم، بعدن شرکته بگه آقا شما علیه ما تبلیغ میکنی، کاری ندارم. ولی دستگاه ایرانی عموما اینجوریه. شما حتی حساسیت رو که تغییر میدی، سنسیتیویتی رو که میای تغییر میدی، هیچ فرقی نمیکنه. دامنه موج هیچ گونه تفاوتی نمیکنه، نه بالا میره نه پایین میاد. و اما یه مسئلهی که خیلی مهمه و گاهی اوقات میپرسن پرزیدنت ها از من پرسیدن، حالا پرزیدنت های قبلی رو میگم، شما ها که نمیبینم سوالی بکنید، آقا ایجی بالاخره چند دقیقه باید گرفته بشه؟ استانداردش چی؟ چیزی که استاندارد در کتاب نوشته شده، میگن معمولا چیزی بین اولوش 15 تا 20 دقیقه بایستی یک ایجی استاندارد از یک بیمار گرفته بشه. بیماری که سرپایی ها، حالا بر اساس ایندیکیشن ممکنه شما از یه مریض بگید آقا ای جی طولانی بگیری، یعنی خیلی بیشتر از 15 تا 20 دقیقه. ولی یه ای جی معمولی استاندارد باید چیزی بین 15 تا 20 دقیقه طول بکشه. اینجا میگه اگر اون کسی که داری ازش ای جی میگیری خوابش برد، یعنی چنان این مطب آروم بود و خلوت بود و همچین جای گرم و نرمی هم برای مریض پهن کرده بودی، یه رخت خواب براش پهن کرده بودی و عرضم به حضورت پذیرایی خلاصه آنچنانی داری ازش میکنی، اومدیم خوابش برد، بهش خوش گذشت و خوابش برد، میگه اجازه بهش بدین یه 10 دقیقه دیگه هم چی؟ ایجی خواب ازش بگیریم. که خب این 10 دقیقه خود به خود چه چیزی رو ممکنه نشون بده به شما؟ حالا حد اکثرش خواب نان رم با استیج 1ش رو ممکنه به شما نشون بده. حالا ای جی خواب رو اگه بعداً صحبت کردم بحثش رو می‌کنیم، ای جی خواب که هر ای جی خوابی هر کدوم از استیج‌های خواب چقدر طول می‌کشن و چه ارزشی دارن از نظر تشخیصی. و و اما بحث بعدی، یعنی چپتر در واقع بعدی بحث ما، راجع به تکنیک های ثبت ای جی هست. در رابطه با تکنیک های ثبت، باز ما اومدیم یه هیستوری از اینکه چجوری ای جی ثبت میشد در اوایل و چجوری بود رو براتون نوشتیم. در رابطه با تکنیک ثبت، اون می‌دونید اولین بار گفتم در سال 1929 برگر اومد امواج مغزی رو ثبت کرد و اینو حتی امواج مغزی رو نامگذاری کرد، موج آلفا چیه، بتا، تتا، دلتا، همه اینا رو اومد، حتی پترنای اپیلپتیک رو بعضی‌ها رو اومد توضیح داد، پترن تومور مغزی رو اومد توضیح داد، یه کارهایی کرد که واقعا یه تحولی بود برای اون زمان. بعد از برگر، یعنی از سال 1930، خب همه یاد گرفتن برن ایجی بگیرن، همه یاد گرفتن برن یه دستگاه بخرن و بذارن بغل دستشون و شروع کنن به چاپ اسکناس. بعدش میام گفتن یا علی شروع کنیم ببینیم چی میشه. همه شروع کردن به گرفتن ایجی. خب حالا اون مسئله‌ای که اون موقع پیش اومد این بود که خب حالا الکترودا رو چجوری قرار بدیم روی سر. یعنی یه سوال بزرگ این بود که الکترود رو چجوری روی سر قرار بدیم. برگر می اومد برای ثبت ایجی، گفتم دو تا الکترود، یکی در جلو یکی در عقب قرار میداد. بعدها یکم پیشرفت کرد، اومد یکی در طرف، دو تا در طرفین لترال های سر قرار داد. ولی خب بعدن بقیه اومدن تکمیل کردن این کار رو، تعداد بیشتری الکترود ثبات بر روی سر قرار دادن. اما مسئله مهم این بود که یه روش استاندارد برای ثبت ای جی نبود. این عدم وجود روش استاندارد چه به اصطلاح چیزی داشت، چه مشکلی داشت؟ که
هر کسی اولا نمیتونست تفسیرش کنه، ثانیا در زمانها و مکانهای مختلف ایجی افراد چی بود؟ متفاوت بود. عیبش این بود، یعنی مثلا شما اگر میرفتی آلمان یه ایجی ثبت میکردی، میومدی تو اعواز هم یه ایجی دیگه ثبت میکردی، میدید زمین تا آسمون با هم فرق میکنن، نه اونو شما میتونستی بفهمید چیه، نه اون مال تو رو میتونست بفهمید چیه. برای اینکه زبان بین المللی در هر چیزی وقتی اختراع میشه، اوائلش یکم ممکنه هرج و مرج باشه، اما یواش یواش یه عده میان سر کار و این زبان رو بین المللی میکنن. ای جی هم یواش یواش از سال 1947 اگه اشتباه نکنم، آره از سال 1947، یعنی تقریبا چقدر؟ 17 سال بعد از اختراع ای جی، انجمن بین المللی الکتروانسفالوگرافی و کلینیکال نوروفیزیولوژی اومد یه روش استاندارد برای ثبت ای جی به همه دنیا پیشنهاد داد، که این روش هنوز که هنوزه داره استفاده میشه. این روش اصطلاحاً بهش میگن روش چی؟ اینترنشنال 1020 سیستم، سیستم 1020 بین المللی. مشکلی که در نحوه ثبت قبل از این سیستم بود که می اومدن فاصله بین الکترودها را به شکل فیکس میذاشتن، یعنی مثلا میگفتن آقا فاصله بین این الکترود که اینجا روی ناحیه فرونتال نصب میشه با دومی مثلا 2 سانتی متر باید باشه، بعدی باز 2 سانتی متر پایین، بعدی باز 2 سانتی متر پایین. متوجه این؟ خب این عیبش چی بود؟ عیبش این بود که چون کله های استانداردی نیست، میبینید گاهی اوقات یکی کلهش اینقدره، یکی میکروسفاله، این فاصله ها رو اگه میخواستن رعایت کنن، میدیدید توی سر یه نفر مثلا 5 تا الکترود نصب میشد، تو سر یه نفر 7 تا 8 تا الکترود نصب میشد. اومدن گفتن خب حالا برای اینکه در این مشکل غلبه کنن، اومدن گفتن یه سیستمی اختراع کنیم بر مبنای درصد فاصله بین دوتا لندمارک، یعنی چند تا لندمارک رو در روی سر انتخاب کردن، اگه اینجا باشه، اومدن چند تا لندمارک رو اگه تو این شکل نگاه بکنید انتخاب کردن و بر مبنای اون و فاصله بین اون دوتا، مثلا در جلو نقطه نیزیون، در عقب نقطه اینیون، و بعد فاصله بین نیزیون تا اینیون رو بر مبنای 10 تا 20% تقسیم بندی کردن، یعنی اگر کلش رو 100% گرفتن، متوجه این؟ یه تعداد از الکترودها رو در فاصله 10% این میزان از نقطه نیزیون قرار دادن، یه عده رو بعدی رو در فاصله 20%. حالا شکلش هست، من شکلش رو بهتون نشون میدم. اینجوری دیگه این مشکل عدم استاندارد بودن اندازه سر چی میشد؟ حل میشد. یعنی دقیقاً میدیدن نقاطی رو که انتخاب میکنن دقیقاً بر مبنای نقاط آناتومیک مغز، مثلا این نقطه‌ای که جلو وصل میشه نقطه فرونتال رو نشون میده، اون که بعدیش نصب میشه نقطه سنترال مرکز مغز، بعد نقطه پاریتال و قشنگ اون نقطه آخری هم میشه اوکسیپیتال، و این مسئله در واقع این هرج و مرجی که در ثبت ای جی بود خود برطرف میشه. بسات توی این سیستم اومدن 4 تا نقطه رو انتخاب کردن، نیزیون، اینیون و 2 تا نقطه پریوریکولار، 2 تا نقطه پریوریکولار در این قسمت. اینو برای خط در واقع کرونال و این 2 تا رو برای خط ساجیتال انتخاب کردن. نقطه نیزیون همطور که میبینید در شکل نقطه ایه که در واقع درست در سر پل بینی، این قسمتی که بینی در واقع به پیشانی وصل میشه، این نقطه نیزیون. این نقاط توی انجام تستای اووک هم خیلی مهم منه، حالا این نقاطی که من دارم توی ایجی، چون ایجی هم اووک هم بر مبنای این نقاطه، برای مثلا همین وی پی که شما انجام میدید و اون نقطه پشت سر رو که میذارید، نقطه بالا رو که میذارید، حالا اینا رو تو بحث وی پی اگر بحث کردن بهتون میگن که تو چه نقطه‌ای باید بذارید. همینجوری دیمی نیست که هر جا کیفتون کشید بذارید، چون میبینم خیلی هاتون، تقریبا همتون
کیفی و بر مبنای میل خودتون نقاط رو تعریف کردین که هر جا دلتون میخواد میذاره، حالا کاری نداره. بر صورت علمیش به این شکله که نزیان این درست سر نقطه درست در انتهای پل بینی و این قسمت، اینیان درست اگه دست بذارید یه برجستگی در پشت سر همه تون لمس میشه، این برجستگی درست زیرش یه گودی قرار گرفته، این نقطه اینیانه شماست. البته تو بعضیا ممکنه این فرو رفتگی پشت اینیون دیده نشه تو بعضیا. خب چجوری نقطه اینیون رو پیدا کنیم؟ گفتن این دو تا نقطه پری اوریکولار رو اگه از پشت سر به هم وصل کنی، یه خط مستقیم از پشت سر به هم وصل کنی، میرسه به نقطه اینیون. نقطه اینیون تو اینجوری هم میتونید پیدا کنید. و دو تا پری اوریکولار پوینت یا نقطه هم دو تا در اصطلاح جلوی این تراگوس یا خود تراگوس رو میتونید در واقع در نظر بگیرید. اینا دو تا نقطه چی هن؟ پری اوریکولار که برای فاصله بین این دو تا در واقع برای دید، برای نصب در واقع الکترودها به شکل کورونال. این سیستم 10-20 بین المللی و نحوه الکترودگذاری بر روی سیستم 10-20 که بر اساس نقاط آناتومیک که در این شکل اگه نگاه کنید اونجا نمیاد انگارا نمیاد. خب به درک پوینتر نداری نه؟ پوینتر هم نداری. خب بیخیالش برصورت خودتون میبینید و نگاه میکنید. برصورت این نقاط رو اگه نگاه بکنید میبینید بر اساس نقاط آناتومیک بر روی مغز دقیقا مثلا فرض کنید T3 اگه نگاه بکنید قسمت مید تمپورال رو ثبت میکنه، T5 پوستریور تمپورال رو ثبت میکنه، F7 قسمت چی؟ اینفریور و پوستریور فرونتال رو ثبت میکنه، FP1 درست قطب فرونتال جلو رو ثبت میکنه. اینا بر اساس این لندمارک های دقیقا آناتومیک در میاد روی سر. اینا رو بعدا توی امواج EEG که میبینید میتونید مثلا بر اساس این موجی که میبینید و محلش، محل آناتومیکش حدس بزنید مثلا این امواج از کجا شروع شد. و این در واقع اون تقسیم بندی 10-20 که خدمتتون عرض کردم تو این شکل دقیق‌تر نشون دادیم که مثلا فرض کنید اگر اینجا نگاه بکنید مقطع ساجیتال تو یکی اون کله اون بچه مقطع ساجیتالش رو نگاه کنید، نقطه اینیون و این اینیون و نزیون و دو تا نقطه پری اوریکولار رو که نگاه کنید، این تقسیم بندی 10-20 بر چه مبنای الکترودگذاری ها انجام میشه. البته خب این 10-20 معمولا رعایت میشه توسط منشی یا تکنسیان EEG، ولی خب بایستی واقعا اینا دوره ببینن. متوجهین؟ توی خارج برای انجام EEG باید حداقل یه تکنسیان 6 ماه دوره ببینه و مدرک بگیره. تو مملکت ما چند روز دوره میبینه؟ ها؟ نه یه جلسه بی‌انصافیه. خیلی که بخوایم بهش دوره بدیم مثلا بهش میگیم برو فلان جا پیش فلانی مثلا یه هفته میره یه EEG، اونم EEG چیه در واقع؟ عملیه. EEG علمی نیست که یاد بگیره مثلا این نقاط برای چی اینجا قرار گرفتن، فاصله این تا این چجوری باید اندازه بگیره فاصله شون رو. متوجه؟ میخوام بگم مشکلات ما در ایران برای گرفتن EEG چیه. مشکل ما زیاد داره. بر اساس این سیستم 10-20 دعویست بین المللی گفته 21 پوزیشن مختلف در روی سر مشخص و نامگذاری شد.
21 پوزیشن که هر کدوم از این پوزیشن ها بر اساس محلی که قرار میگیرن هم نامگذاری شدن، که روی شکل میبینید مثلا FP1 FP2 درست نقطه متناظرش. این اعداد و ارقام از کجا اومده؟ اولا تو این سیستم اعداد فرد نشون دهنده همیسفر چپ دیگه، چه شک میکنی؟ و اعداد زوج نشون دهنده چی هن؟ همیسفر راست هن. همیشه وقتی دارید میبینید اعداد فرد اگه دیدید، چون الان تو دستگاه های دیجیتال میان فقط اون نقطه رو برای تو مینویسه، مثلا مینویسه FP1 یه خط فاصله F3 دیگه، شکل مغز و مونتاژ رو براتون کامل نمیکشه که چی جوریه، فقط میاد نقاط رو مینویسه. نقاطی رو که علامت اختصاری زد دارن، البته اینا رو حالا تو اسلاید بعدی هم توضیح میدیم، میبینید اینا در مرکز در خط وسط قرار گرفتن، نه چپن نه چی راست، صراط مستقیم وسط. و نقاط A1 و A2 اگه نگاه بکنید میبینید گوش چپ به عنوان A1 نامگذاری میکنن، از ایر میاد یا از مزد میخوام اوریکولار میاد، و A2 چی؟ گوش راسته. اینا علائم اختصاری که در EEG ما در واقع استفاده میکنیم. و اینجا این علائم اختصاری رو ما یکی یکی نوشتیم، FP یعنی فرونتال پولار، درست نقطه جلوی قدامی لوب فرونتال. علامت اختصاری F نشون دهنده چیه؟ فرونتاله. T تمپورال، C سنترال، P پریتال، O اوکسیپیتال، A اوریکولار یا ایرلوبس، و M مستوید، و P G هم نشون دهنده در واقع الکترودای چیه؟ نزوفارنجیال. و اینجا باز این نامگذاری دقیق تر انجام شده، مثلا فرض کنید فرونتال پول در همیسفر چپ به شکل FP1 نشون داده میشه، در خط میدلاین به عنوان FPZ که نقطه ای هست که ما در انجام VP ازش استفاده میکنیم. FPZ به عنوان نقطه چی؟ یه همه VP انجام دادید یه بار از خودتون سوال نکردید این نقطه چیه؟ خودتون هم اشکال دارین ها، این بعضی وقتا واقعا ما خودمون هم اشکال داریم، سوال نمی کنیم مثلا چی، از کجا اومده این نقطه، اصلا چیه، اسمش چیه، چجوری پیداش میکنیم. من اینقدر میام جلو، دوستم یه سانت میاد عقبتر، من یه سانت میرم جلوتر، چه تأثیری داره، چه اتفاقی میفته؟ این سوالا رو از خودتون کردین تا حالا؟ نه. عجله است برای متخصص شدن، فعلا عجله است، بریم فعلا بشینیم حالا تا بعد فکرشو بکنیم ببینیم نقاط چی هست. برصد FPZ نقطه یه که به عنوان نقطه رفرانس در VP ما معمولا استفاده میکنیم. FPZ FP2 که در همیسفر راست نقطه متناظر همیسفر چپ قرار میگیره، فرونتال به شکل F3، میدلاینش FZ و F4، اینفریور فرونتال اگه تو این شکل هم نگاه بکنید میبینید F7 این شکل آناتومیک درست در قسمت چی؟ اینفریور فرونتال قرار گرفته. همیسفر چپ F7، همیسفر راست F8، آنتریور تمپورال یه الکترود داریم به نام T1، البته تو این شکل نشون داده نشده چون این T1 بعدن اضافه شد به سیستم 10-20. حالا میگم چجوری این نقطه T1 رو پیدا میکنم. این برای دیدن چیه؟ قسمت‌های آنتریور لوب تمپورال تو مریضایی که دچار سرع لوب تمپورال هستن، برای دیدن دشارژایی که از آنتریور تمپورال شروع میشن، این نقطه بعداً کشف شد و در واقع اضافه شد به سیستم 10-20. T3 و T4 که قسمت مید تمپورال رو نشون میده، پوستریور تمپورال هم که T5 و T6 هم، سنترال C3 C4 و نقطه مرکز
این سی از کجا میاد؟ خب سنترال چی؟ از نظر آناتومیک رو چه قسمتی قرار گرفته که بهش میگن سنترال؟ سنترال سولکوس، سنترال سولکوس یا هم رولاندیک، کیار رولاندیک در واقع، چون اونجا قرار میگیره بهش میگن سنترال، سنترال سولکوس یا کیار رولاندیک. پریتال هست، پی 3 پی 4 و نقطه مرکز، همیشه مرکز رو با زد میشون، میدلاین رو با زد. و بالاخره اوکسیپیتال که او زد هست، وسط، او وان سمت چپ، او تو سمت راست. و اما مسئله بعدی بعد از اختراع این 21 نقطه یا این سیستم ده بیست بین المللی، حالا این مسئله پیش اومد که این نقاط رو چجوری به هم وصل کنیم، چجوری با هم وصلش کنیم؟ مثلا او نقطه اولی رو با اون اوزد وصل کنیم از بالا به پایین، چجوری با هم اینا رو وصل کنیم؟ یا ترتیب قرار گرفتن هر کدوم از این به اصطلاح اشتقاق ها، حالا تعریف اشتقاق رو تو این اسلاید برای شما نوشته، تعریف اشتقاق چیه؟ یا دریویشن، دریویشن یا اشتقاق عبارت است از زمانی که شما دو تا از این نقاط سیستم ده بیست رو به هم وصل میکنید. چون میدونید برای ثبت پتانسیل الکتریکی هر نقطه توی الکتروفیزیولوژی بایستی حداقل دو نقطه داشته باشید که یه نقطه رو به عنوان اکتیو ازش استفاده کنید، یه نقطه رو به عنوان رفرنس. توی EMG دیدید دیگه، شما مثلا اکتیوتون رو میذارید روی ازوله، رفرنستون میذارید روی چی؟ روی چی؟ روی تاندون، داری یه برجستگی استخوانی و میاید اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این نقطه اکتیو و این رفرانس که در واقع گذاشتیش روی حالا یه برجستگی استخوانی یا به قول خانم دکتر روی یه تاندون، میاید اختلاف پتانسیل این دوتا نقطه رو توی دستگاه ثبت میکنید و به شکل یه موج میبینید. توی ایجی هم همینه، ایجی هیچ فرقی نمیکنه. آره داشتیم دریویشن یا اشتقاق رو توضیح میدادیم که اشتقاق چیه؟ گفتیم اشتقاق عبارت است از و زمانی که شما دو تا از این نقطه های سیستم ده بیست رو به هم وصل میکنید، این بهش میگن اشتقاق یا دریویشن. پس هر موقع که شما دو تا از این نقاط رو، مثلا فرض کن نقطه FP1 رو اگه به F7 وصل کنید، این میشه یک اشتقاق یا یک دریویشن. اینجا به شکل شماتیک اتفاقی رو که میفته و معمولا اون چیزی رو که توی EEG نشون میدن هر اشتقاقی رو، میدونید این در واقع AMP در واقع نشون دهنده دستگاه EEG یا امپلیفایری، دستگاه امپلیفایری است که چون در EEG ما با میکرو ولت سر کار داریم، خیلی بایستی دستگاه این الکتریسیته رو که ثبت میکنه تقویت کنه تا شما بتونید به شکل یک موج ببینید. و راز این دستگاهایی که ما داریم، ایجیایی که ما ثبت می‌کنیم، اگه دستگاه ایرانی رو نگاه کنید با دستگاه خارجی رو، اگه دستگاه مثلا دستگاه نیون کادن، البته همه خارجی رو هم که نمیگم همشون خوبن، ولی دستگاه نیون کادن می‌بینید خیلی شکل ثبت موجشون با هم فرق می‌کنه، خیلی فرق می‌کنه. رازش در همین AMP است که اون دستگاه چی بر سر این موج میاره که شما توی دستگاه نیون کادن اینجوری می‌بینیش، و همون مریض رو اگه ببری با یه دستگاه ایرانی ایجی ازش بگیری، اینجوری که میبینید در واقع اینجوری که نباید ببینید میبینید. رازش واقعا در اینه، خیلی فرق میکنه و هنوز نتونستن حداقل مهندسای ما به این تکنیک دسترسی پیدا کنن، نه تنها برای ایجی، برای ایمجی هم همینه. چند بار اومدن تو ایران سعی کردن کپی برداری کنن دستگاه EMG بسازن، مثلا این دستگاه، حالا شما ندیدین دستگاه نگار اندیشگان رو، ولی واقعا در حد فاجعه بود. متوجهی؟ و
در حد فاجعه، یعنی اصلا به درد هیچ نمی هیچ. به صورت این به شکل شماتیک نشون داده که دو نقطه یا یه دریویشن به این شکله که اینجا به شکل اینپوت 1 اینپوت 2 که اینا وارد دستگاه میشن و خروجیش به شکل آوتپوت، اگه در شکل روبرو نگاه کنید میبینید یه شکل موج ثبت شده. موجی که شما میبینید روی یک اشتقاق در واقع خروجی برایند این دوتا نقطه ای هست که دستگاه داره بهش نگاه میکنه. نقطه اینپوت 1 و اینپوت 2 در واقع گفتم دوتا از این نقاط سیستم دعوی هستند که به شکل علامت اختصاری G1 و G2 هم نشونش میدن. گرید 1 و گرید 2 اگه دیدید نوشته G1 G2 باز همین معنی میده. گرید 1 گرید 2 یا اینپوت 1 اینپوت 2 ولی فرقی نمی کن. حالا مونتاژ چیه؟ تعریف مونتاژ تعریف مونتاژ عبارت است از یه سری از این دریویشن ها. وقتی یه مجموعه از دریویشن ها رو با هم دیگه جمع کنید شما در واقع یک مونتاژ تعریف کردید. متوجه این؟ یه تعداد از دریویشن ها رو که رو کنار هم دیگه قرار بدین یک مونتاژ تعریف کردید. اینو بهش میگم مونتاژ. که حالا این مونتاژ اگه نگاه کرده باشین میبینین تو بعضی از دستگاه‌های ایجی به شکل این شکلایی که میبینید در این پایین به شما میده، یعنی مثلا به شما میگه که ما این مونتاژی رو که داری این مونتاژی رو که شما داری ثبت میکنی بالایی یا اشتقاق اولت F7 به F3، اشتقاق دومت F3 به F3 اون شکلا شکل اونوری، اشتقاق سومت FZ به F4 و اشتقاق پنجمت F4 به F8 یا به این شکل نشون میدن دستگاه های EEG، دستگاه هایی که ثبت میکنن، یا اینکه نه اصلا اون کنار می نویسه اینا رو، هر کدوم از این دریویشن ها و اشتقاق ها رو کنار EEG می نویسه، پشتش موج رو نشون میده. متوجه؟ البته برای تعریف مونتاژ تعریف کردنش این چیزی که الان تو این شکل میبینید دو نوع به شما نشون داده. یه نوعش به شکل ترانسفرسه، یعنی شما بیاید این نقاط سیستم دعویس رو به شکل عرضی به هم وصل کنید. یه نوع دیگهش به شکل چیه؟ ساجیتاله، یعنی از بالا به پایین بیاید این نقاط رو به هم وصل کنید. این چیزی که در واقع توصیه‌ای بوده که انجمن نورو الکتروفیزیولوژی آمریکا توصیه کرده برای تعریف مونتاژ، برای بین المللی کردن مونتاژ ها در دنیا. این چیزی بوده که انجمن نورو فیزیولوژی آمریکا پیشنهاد داده که توی این توصیه هایی که کرده گفته باید سعی کنید مونتاژی رو که تعریف میکنید بر مبنای خود آناتومی و لندمارک های آناتومی که مغز باشه. مثلا گفته شما اشتقاق‌های بالاییتون رو سعی بکنید نقاط بالای مغز باشه تو این شکل، و اشتقاق و هرچی به سمت پایین میاد اشتقاق‌های چی باشه؟ پایینی باشه. یعنی این به اصطلاح ترتیب رو رعایت کنید، اینجوری نباشه که از زیر شروع کنید بیاید به سمت بالا، همیشه از جلو به عقب. مسئله دیگه اینی که آیا اشتقاق‌های چپ رو بالا بنویسیم، امیستر چپ رو بالا بنویسیم یا راست رو. اینجا حرف انگلیسی‌ها به کرسی نشسته، اومدن گفتن چپ رو بالا بنویسیم راست رو چی؟ پایین بنویسیم. چی میدونید انگلیسی‌ها از سمت چپ به سمت چپ علاقه، همیشه چپ چپ حالن، به چپ میزنن همیشه. متوجه؟ خوششون میاد، حالا این چه اینیه ما نمیدونیم، ولی خب برصورت این اشتقاق‌های چپ رو اومدن چی گذاشتن؟ بالای اشتقاق‌های سمت راست. یعنی شما یک مونتاژ بین المللی تعریف شده هر چی دارید اشتقاق‌های چپ بالاست راست پایین. که حالا بر اساس این که دستگاه EEG تون 8 کاناله باشه، حتی 8 کاناله که الان ما نداریم، دستگاهی که الان هست همه دیگه حداقل 24 کانال رو دارن،
متوجه این 24 کانال هم. یا این دستگاه قدیمی که ما داریم نیون کادن 16 کانال است. بر اساس این که چند کانال داشته باشید، مثلا میاد اگه مثلا این دستگاهی که ما داریم 16 کانال است، 8 بالایی راسته، مثلا میخوام 8 بالایی چپه، 8 پایینی چیه؟ راسته. همیسفر راست. شما اینجوری راحت میتونید مقایسه بکنید همیسفر چپ و راست رو با هم دیگه. این ترتیب رو میگه باید رعایت کنید. هیچ وقت راست رو بالای چپ قرار ندید، چون اونایی که ایجی رو تو دنیا، هر کی تو ایجی رو تو دنیا میخونه انتظار داره چپ رو بالا ببینه. متوجه اینا دیگه چیزای تعریف شده استاندارد. یا مثلا میان 4 تا تو همون 16 کانال، 4 تای اولی چپ، 4 تای دومی راست، دوباره 4 تای سومی چپ، 4 تای چهارمی چی؟ راست. اینجوری قرار میدن، چپ راست، چپ راست، بر اساس مونتاژ تعریف شده است، بر اساس اون مونتاژی که تعریف شده است. و همیشه به اصطلاح اشتقاقهای بالا قسمتهای جلوی مغز رو نشون میدن و اشتقاقهای پایین چی؟ قسمتهای پایین مغز رو نشون میدن. این چیزی تعریفی که در مونتاژهای استاندارد. و این انجمنه، حالا این توصیه‌ها رو اگر باشه، آره اینجا این توصیه‌هایی هست که در واقع امریکایی‌ها کردن، انجمن ای جی امریکا کرده برای ثبت یک ای جی و استفاده از مونتاژ. اینا توصیه‌هایی که اونا کردن، گفتن یک، اولا سعی کنید مونتاژتون سیمپل اند ایزی تو کامپریهند، یعنی ساده باشه فهمش. این نقاط رو به شکل قابل فهم به هم وصل کنیم. متوجه؟ مثلا توی اون دو نوع که دیدم، مثالی که زده بودم، یکیش ترانسفرس بود، یکیش به شکل ساجیتال بود، یا ترانسفرس باشه وصل کردن نقاط به هم دیگه، یا چی؟ عمودی باشه. اینجوری نباشه که یکیش به چپ بزنه، یکیش به راست بیاد، یکیش اینجوری بره، یکیش اونجوری بره. میگه از این کارا نکنیم. توصیه‌اش یکیش اینه. بله اینجا گفته سعی کنید به اصطلاح چنل های بالاییتون قسمت های قدامی مغز باشه و چنل های پایینیتون مربوط به قسمت های خلفی مغز باشه. و همون چیزی که گفتیم، به اصطلاح کانال های چپ همیشه در بالای کانال های راست قرار بگیرن، یعنی چپ راست یا چپ راست چپ راست باشه. متوجه این؟ حالا هر جوری که مونتاژ رو تعریف کردیم، ولی همیشه چپ بالای راست قرار بگیره. و اما بحث آخر من امروز بحث اسپشیال الکترود هست، یا الکترودهای اختصاصی. الکترودهای اختصاصی یعنی چی؟ یعنی یه سری از الکترودهایی که به سیستم دعبیست بعدها اضافه شدن بر اساس نیازی که احساس شد. مثلا تو این سیستم دعبیست دیدن هیچ کدوم از این الکترودها فعالیت الکتریکی قسمت‌های آنتریور لوب فرونتال رو ثبت نمی‌کنه. برای همین اومدن برای این قسمت‌ها یه سری الکترود تعریف کردن. یا هیچ الکترودی اینجا نوشته notably the basomedial part of temporal lobe و orbital and medial part of frontal lobe. اومدن یه سری الکترودهایی به این سیستم اضافه کردن. حالا اینا رو ما یکی یکی می‌گیم که چی بودن. یکی از اینا الکترودهای تیوان و تیتو. تیوان توی همیسفر چپ، تیتو هم خب مشخصه توی همیسفر راست. برای پیدا کردن تیوان گفته شما اگه خطی از پری اوریکولار پوینت به کانتوس خارجی چشم وصل کنید، این نقطه تیوان درست در یک سوم ابتدای این خط قرار میگیره، یک سوم ابتدا، یک سانتیمتر بالا، نقطه‌ای که به شکل یه دایره قرمز من تو این شکل نشون دادم، در واقع یک سانتیمتر بالای این خط در یک سوم ابتداییش. که این نقطه گفته در واقع چی؟ در واقع قسمت‌های قدامی لوب تمپورال رو، فعالیت الکتریکی اون قسمت رو بهتر نشون میده. به نقطه بعدی چی؟ الکترودهای زایگوماتیک بودن که اینا میگه که درست در روی زایگوماتیک آرچ قرار میگیرن در قسمت قدام تیوان در سمت چپ و تیتو در سمت راست.
و در واقع فعالیت قسمت‌های باز قدامی لوب فرونتال رو پیکاپ می‌کنن. یه الکترود خاص دیگه الکترودهای نیزوفارنکس هست یا نیزوفارنجیال هست که اینا هم الکترودهایی هستند که در برای ثبت فعالیت‌های قسمت‌های تحتانی اوربیت و فرونتال لوب فرونتال ازش استفاده می‌کنیم و توی بینی این نیزوفارنکس کار می‌ذارن. و این گفته برای دیدن فعالیت الکتریکی آنکوس، هیپوکامپ و اوربیتو فرونتال کورتکس این الکترود ارزش بالایی داره. این بحث ما بود، بحث امروز ما بود در واقع. و